عبدالستار غوربندی فرمانده پیشین جهادی در کابل چگونه کشته شد؟ اینا وقتی که اول عزیز حمله کردن او کلیتین اول زیر هدف گرفتن. آقای غوربندی یک شنبه شب در خانه یکی از نزدیکانش به نام حاجی حفیظ‌الله در حصه اول خیرخانه با 9 تن دیگر مهمان بود. ساعت 7 شام در این خانه حمله صورت می‌گیرد که عبدالستار غوربندی با 4 تن دیگر در این رویداد کشته شدند. الماس خوارزاده حاجی حفیظ‌الله که در محل رویداد بود از چگونگی این حمله حکایت می‌کند. آجی صاحب حفیظ در اینجا شهید شد. عمر صاحب ستار ازی میخواست که طرف چی برای طرف دروازه که اینجا همینجا تمامشون همینجا سر در سر افتاده بودن که غیر از ایمولان ما که از ایمولان بچه حاجی حفیظ که در اوجه در سر به سر افتاد بچه عمر صاحب ستار خوارزادش عرصش پالو در پالو و در اینجا خوارزادش بود که آمد گفتشه شما اینجا میبینه که اینکای عمر صاحب ستار همینجا هست عمله کردن گفتن پرود بابای ما که کاکایم کشتن دیگه نفرارم کشتن ما دروازه و وقت آخر دروازه رو میده کردم سرم قلف کردم دروازه رو میده کردن که لغا زدن که سیلی زدن منابع در اداره امنیت ملی به رادیو آزادی میگویند که این عملیات را قطعه ویژه 999 این اداره برای کشتن آقای غوربندی انجام داد قطعه خاص 999 امنیت ملی به منظور انجام عملیات های ویژه کار گرفته می شود بستگان حاجی حفیظ‌الله در مورد این رویداد چنین میگویند از یک طرف رئیس جمهور در مصاحبه این است که عامر ستار هم نخواه است که جوارش هست اونجا از یک طرف دیگه شما میایین به نام تروریست و وحشتگر یک جنایتی را که اصلا قابل بخشیدنی نیست و نه ای در اصول انسانی است و نه در اصول مثلا اسلامی شو طرف انسان خواه هستیم انسانیتی کار نمیکنه که اجازه نمیده محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل آقای غوربندی تعیین کرده این هیئت تا به حال به کار آغاز نکرده اما بستگان آقای غوربندی میگویند باور ندارند که این هیئت بتواند این رویداد را به صورت درست و بی‌طرفانه بررسی کند کمیسیون بازی خو هر وقت جور میشه دیگه کمیسیون شاید به نفع دولت کار کنه نتیجه هم نده خو منتها ما تا که عدالت به دست ما نبیه تامین نشود ما از این قضیه نمیگذاریم و خان عدالت است عبدالستار غوربندی از نزدیکان سیاسی امرالله صالح معاون نخست تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری اشرف غنی بود و از این تیم حمایت میکرد آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته غوربندی در اثر یک دسیسه پیچیده و بر اساس اطلاعات اخبار کننده توسط یکی از بخشهای امنیت ملی کشته شده است اما این نخستین بار نیست که بعضی از قطعات امنیت ملی متهم به کشتارهای غیرقانونی می شوند. قبل از این هم نیروهای ویژه امنیت ملی در ننگرهار 4 برادر را به اتهام همکاری با داعش کشتند. سوال اینجاست که قطعات امنیت ملی بر مبنای چه اصول چنین عملیات‌ها را انجام می دهد. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله می گوید که قبل از انجام عملیات‌ها باید پروسه مستندسازی، تعقیب متهم، تهیه برنامه عملیاتی و هماهنگی با دیگر نهادهای مرتبط صورت بگیرد. اما به باور این نظامی پیشین در این رویداد امنیت ملی بدون تکمیل این پروسه ها وارد عملیات شده است.